یک هفته بیشتر به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها باقی نمانده و همه میدونیم با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در واقع عرصه جدید از مبارزه علیه حکومت هم باز میشه. دانشگاه همیشه در صف مقدم اعتراضات و مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی قرار داشته و میشه انتظار داشت و کاملا طبیعی هست که امسال دانشگاه ها با وسعت و قدرتی بسیار بیشتر از گذشته این نقش خودش رو ایفا کنه. سال گذشته ضربات زیادی بر پیکر دانشجویان و کلا جوانان وارد شد. حکومت بسیاری از اونها را در خیابونها به گلوله بست، دستگیر کرد، زیر شکنجه قرار داد، اونها رو متواری کرد. بسیاری از دانشجویان از تحصیل محروم شدند. در یورش وحشیانه حکومتی ها به دانشگاه در سال گذشته بیشترین جنایت ها به وقوع پیوست و همین ضربات رو دانشجویان بر خودشون هموار کردن، برای اینکه حرف دل مردم رو میزدن، برای اینکه خواست عمیق آزادی و رهایی از شر جمهوری اسلامی رو فریاد میکردن. به همین خاطر امسال جنبش دانشجویی به نظر من با یک خشم و با یک روحیه تعرضی بسیار قویتر از همیشه به صحنه خواهد اومد و کل این حکومت رو به چالش خواهد کشید. از طرف دیگه حکومت در یکی از ضعیفترین موقعیت‌هاش قرار داره. درسته که جمهوری اسلامی تونست جنبش انقلابی مردم رو فرو بخوابونه، ولی خودش هم از این نبرد بسیار در هم شکسته تر، با صفوفی به هم ریخته، افشا شده و مستأصل‌تر از همیشه بیرون اومد. چه در سطح بین‌المللی، چه در سطح خود جامعه ایران، این حکومت امروز یک حکومت منفور و جنایتکاری هست که کاملا چهره کریش برای همه شناخته شده است و در هیچ بخشی از جامعه هیچ نوع پایگاهی نداره. از هر طرف این حکومت الان در محاصره قرار گرفته، جنایتهایی که انجام میده، اعدام و کشتار و سنگسار و شکنجهایی که انجام داده برای اینکه بتونه به این ترتیب انقلاب مردم رو در هم بکوبه، به عکس خودش تبدیل شده و مثل یک وزنه بر پای حکومت اون رو داره غرق میکنه، داره به زیر میکشه. دور نیست روزی که همه مردم ایران آزادی رو جشن بگیرن، جمهوری اسلامی رو از سر راه خودشون جارو کنن و به یک جامعه آزاد، برابر، مرفه و انسانی برسن و جنبش دانشجویی بیشک در رأس این حرکت و پیشاپیش مردم خواهد بود. به امید مبارزاتی قدرتمند و پیروزمند.